ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا برای دیدار و گفتگو با مقامات اسرائیل امروز وارد اسرائیل شد و با بنیامین نتانیاهو و اسحاق هرزوگ نخست وزیر و رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد. سوناک پس از اولاف شولز صدر اعظم آلمان و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا آخرین سیاستمداری است که به منطقه سفر کرده است. صف‌های کامیون‌های حامل غذا، آب و دارو در گذرگاه رفح بین غزه و مصر در انتظار هستند. آمریکا گفته اولین گروه کمک‌ها شامل 20 کامیون خواهد بود. حملات اسرائیل به غزه ادامه داشته و این کشور صبح امروز اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته صدها منطقه در غزه را هدف قرار داده است. ریشی سوناک امروز به عربستان سعودی می‌رود. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل امروز با سربازان این کشور که در نزدیکی مرز غزه در جنوب اسرائیل مستقر هستند دیدار کرد. او در این جمع خطاب به سربازان گفت آماده باشید. دستور شروع حمله زمینی به زودی صادر خواهد شد. سوناک: ما از حق اسرائیل برای تعقیب حماس حمایت می‌کنیم. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا در سخنانی گفت که بریتانیا کاملا از حق اسرائیل برای دفاع از خود مطابق با قوانین بین المللی و همچنین از حق این کشور برای تعقیب حماس حمایت می کند. سوناک مدعی شد که او می داند که اسرائیل هر اقدام احتیاطی را که لازم باشد برای جلوگیری از آسیب رساندن به غیر نظامیان انجام می دهد. برخلاف تروریست های حماس که می خواهند غیر نظامیان را در معرض آسیب قرار بدهند. نخست وزیر بریتانیا گفت که همه ما از صحنه های انفجار بیمارستان در غزه شوکه شده ایم و برای از دست دادن جان غیر نظامیان بیگناه در همه جا عزادار هستیم. او تاکید کرد که غیر نظامیان فلسطینی هم قربانی حماس هستند و از تصمیم اسرائیل در مورد ارسال کمک به غزه استقبال کرد. سوناک گفت که بریتانیا کمک های خود را به منطقه افزایش خواهد داد و تلاش خواهد کرد تا در سریع ترین زمان ممکن از مردم آنجا حمایت بیشتری کند. نتانیاهو: ما با محور شرارتی که ایران هم شامل آن می شود می جنگیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنانی در حضور ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا از سفر او به کشورش قدردانی کرد و گفته که این سفر یک بیانیه حمایتی قوی است که ما عمیقا از آن قدردانی می کنیم. نتانیاهو مدعی شد بریتانیایی ها 80 سال پیش با نازی ها جنگیدند و حالا حماس نازی های جدید هستند. او تکرار کرد که این فقط نبرد اسرائیل نیست، بلکه نبرد جهان متمدن و آزاد و کشورهای عربی مدرن است. نخست وزیر اسرائیل گفت طرف مقابل محور شرارت است که شامل حماس، حزب الله و ایران می شود. نتانیاهو با اشاره به مبارزه با نازی‌ها در جنگ جهانی دوم خطاب به نخست وزیر بریتانیا گفت 80 سال پیش جهان در سیاه‌ترین زمان شما در کنارتان ایستاد و حالا این سیاه‌ترین زمان برای ماست، تاریک‌ترین زمان جهان. گردان‌های حزب الله عراق رسما حضور خود در طوفان الاقصی را اعلام کردند. جعفر الحسینی سخنگوی نظامی حزب الله عراق با بیان اینکه آمریکایی‌ها شریک اصلی کشته شدن ساکنان نوار غزه هستند گفت آمریکایی‌ها باید مسئولیت عواقب آن را بر عهده بگیرند. گردان‌ها با حملات به پایگاه‌های آمریکایی عملاً مقاومت خود را از امروز آغاز کردند. اقدام بی سابقه: 10,000 نفر از اهالی واشنگتن در تظاهرات در حمایت از فلسطین شرکت کردند. سازمان صدای یهودیان برگ صلح در شبکه اجتماعی ایکس گزارش داد امروز 500 یهودی دستگیر و 10,000 نفر برای حمایت و طرح درخواست آتش بس و پایان نسل کشی فلسطینیان به خیابانها آمدند. ترامپ بیکفایتی بایدن را دلیل تقویت جنبش حماس فلسطین و ایران خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در مقاله‌ای برای نشریه نیوزویک مدعی شد ضعف و بیکفایتی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا باعث تقویت جنبش حماس فلسطین و ایران شده است. او ادامه داد جو بایدن با هر قدمی دشمنان آمریکا در سراسر جهان به ویژه گروه تروریستی حماس و حامی قاتل آنها یعنی رژیم شرور ایران را تقویت و جسور کرده است. برنامه جهانی غذا میگوید 20 کامیون برای کمک به غزه که پشت مرز در مصر آماده هستند اصلا کافی نیست. همونطور که قبلا در خبرها آمده است، آمریکا اعلام کرد که حدود 20 کامیون کمک‌های ضروری در مرز مصر و غزه آماده عبور از گذرگاه رفح است و بعد از تعمیر جاده قرار است فردا به غزه برود. اما یک نفر از برنامه جهانی غذا میگوید که ورود این 20 کامیون شروع خوبی است، اما اصلا کافی نیست.
او معتقد است که عبور این کامیون‌ها فقط برای آزمایش سیستم خواهد بود. او با اشاره به اینکه جمعیت 2 میلیون نفری غزه در نیاز مبرم هستند، وضعیت غزه را وخیم توصیف کرد. به گفته او از 23 مرکز تولید نان برنامه جهانی غذا در حال حاضر فقط 4 نانوایی کار می‌کند و بسیاری از آنها یا در حملات اسرائیل آسیب دیده یا سوخت ندارند. به گفته او مغازه‌ها از مواد غذایی خالی شده است. رسانه‌های فلسطینی از کشته شدن فرمانده نیروهای امنیتی حماس در حملات هوایی اسرائیل خبر دادند. رسانه‌های فلسطینی می‌گویند که فرمانده نیروهای امنیتی حماس در حملات هوایی اسرائیل به غزه کشته شده است. گزارش شده که اعضای خانواده جهاد محسنین هم در این حمله کشته شدند. پیشتر هم گزارش شد که بیوه عبدالعزیز الرنتیسی، یکی از بنیانگذاران حماس هم که او هم از شخصیت‌های بلندپایه حماس بوده، در حملات هوایی اسرائیل کشته شده است.